اما 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP28 از فردا در امارات متحده عربی آغاز میشه. یکی از دستورکارهای نشست امسال بررسی پیشرفت هدفهایی که چند سال پیش در کنفرانس پاریس تعیین شده بود. پیشتر رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود ابراهیم رئیسی قصد داره در این اجلاس شرکت کنه. در صورت حضور رئیسی در امارات، او اولین رئیس جمهور ایران خواهد بود که در نشست تغییرات اقلیمی حاضر میشه. این در حالیه که بسیار از کارشناسان نسبت به وضعیت نامناسب محیط زیست در ایران و بی‌توجهی دولت‌ها به او هشدار دادن. سلام ماوزی، خبرنگار محیط زیست و تغییرات اقلیمی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر با او صحبت بکنیم. خانم ماوزی، می‌دونیم که مسئله محیط زیست چقدر در سال‌های اخیر به ویژه در ایران وخیم شده. در چنین شرایطی حضور رئیسی، حضور احتمالیش رو بهتر بگم، در چنین نشستی چطور میشه ارزیابی کرد؟ بله، ببینین، این اولین باری هست که رئیس جمهور ایرانی در کنفرانس اقلیمی کاپ حضور خواهند داشت. اتفاقی که در این کنفرانس ها معمولا میفته اینه که حضور سران کشورها در این کنفرانس ها جمع میشن تا اینکه هدف اصلی این کنفرانس های محدود کردن افزایش دمای زمین تا حد 1.5 درجه سانتیگراد هست و اینکه سالای پیش در کاپ 27 و در کاپ 26 تیمی از سازمان حفاظت محیط زیست ایران حضور داشتن، علی سلاجقه حضور داشتن در کاپ 27 که در مصر اتفاق افتاد، دلیل رسیدگی نکردن به تغییرات اقلیمی رو آقای سلاجقه تحریم‌های آمریکا آوردن و در کاپ 26 در اسکاتلند هم همینطور. حالا امسال خبرهایی که از ایران به گوش ما میرسه اینه که آقای ابراهیم رئیسی هم حضور دارن و اگر ما بخوایم گذشته رو ملاک بگیریم، میتونیم منتظر دلایلی مثل دوباره تحریم‌ها و یا شاید هم جنگ در خاورمیانه برای رسیدگی نکردن به تغییرات اقلیمی و کم نکردن گازهای گلخانه‌ای ببینیم. بعد ببینیم. خانم ماوزی، میدونم شما خودتون هم مقاله‌ای در این رابطه نوشتین، اگر اشتباه نکنم در فایننشال تایمز، در اون مقاله چه اشاراتی داشتین؟ اگه کوتاه برام بگید. نه، در فوربس دات کام. در فوربس اصلا میکنم. نه، اشکال نداره، در forbes.com بود. بله، من دیروز، من در واقع هر سال برای کنفرانس های تغییرات اقلیمی یعنی ریسپانس ایران رو برای اینجور مقاله ها می نویسم. امسال چیزی که در مقاله و ریسرچ من بوده اینه که تغییرات اقلیمی فقط بخشی از مشکلات محیط زیست ایران هست و دلیل اصلی نیست. اینا با متخصصینی که صحبت میکنیم میگن که دلیل اصلی مشکلات محیط زیست ایران به مدیریت بد و مخصوصا مدیریت بد منابع آبی. امسال ما ریزگرد شدید داشتیم، بحران آب شدید داشتیم، جنگل‌های آتش گرفته زیاد داشتیم و اینا همه دلایلش مدیریت بد. تغییرات اقلیمی فقط تشدید و سرعتشو بیشتر. سلام ماوزی، خبرنگار محیط زیست از لندن، سپاسگزارم از شما.